بحث اطراف مقام لیسه های ترکی در تاجیکستان هنوز انجام نشده است و مذاکرات بین حکومت و شرکت مالک شلاله ادامه دارد. گفت وزیر معارف نوریدین سعیدوف در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه. مهلت فعالیت لیسه های ترکی از روی شرطنامه 10 ساله اخیر سال 2013 به پایان رسیده است و از آن مدت تا امروز این مکتب ها کاری خود را در حالت نامعین ادامه می دهند. من طرفدار از نامزدگی این مؤسسه هستم. من طرفدار با شرکت شلاله بستن قرارداد هستم، فقط قرارداد خیریه نزیاد از این. شرکت شلاله در شهرهای دوشنبه، قرغون‌تپه، تورسون‌زاده، کلوب و خوجند تاجیکستان 6 لیسه داشته، همچنین سرپرستی لیسه بین‌المللی دوشنبه را به عهده دارد. در آغاز فعالیت سال 1993 کار این لیسه ها خیریوی بود. بعداً نرخ تحصیل تا 1800 دلار در یک سال بالا برده شد. همکارم سروناز روح الله که از نشست مطبوعاتی وزیر معارف برگشت، حالا برای صحبت آماده است. سروناز بگوید مایه نگرانی مقامات تاجیکستان از فعالیت لیسه های ترکی چی است که قرارداد نو 2 سال است امضا نمی شود؟ میدونید خیرامان نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری نهادش در دوشنبه مشکل تمدید اجازتنامه فعالیت لیسه های ترکی را در کشور صلاحیت حکومت کشور عنوان کرد. وی گفت که شخصا خودی او طرفداری از نو تشکیل کنی لیسه های ترکی هست، اما طرفداری بستن قرارداد با شرکت شلاله تنها در صورت خیریوی نه زیادتر از این. به قول وزیر با وزارت معارف ده ها صاحبکاران وطنی و حتی شرکت های خارجی قرارداد امضا میکنند و به مکتب ها کمک های خیریوی میرسانند. از این خاطر وزیر معارف میگوید که شرکت شلاله میتواند با این وزارت تنها قرارداد خیریوی بندد و اگر یگان خیریه دارد وزارت معارف در دایره همین کمکش با این شرکت میتواند همکاری کند، نه بیشتر از این. آیا در بحث ژورنالیستان و وزیر معارف این مسئله هم مطرح شد که احتمالاً در پشت بحث های اطراف لیسه های ترکی منفیت های مالی بعضی گروه های دیگر هم قرار داشته باشد که این مکتب های با نفوذ را برای خود رقیب میبینند؟ بله خیرامان، در این مورد هم خبرنگاران از وزیر سوال کردند، اما وزیر معارف گفت که هر مقاله در صفحه های روزنامه ها و شبکه های اجتماعی چاپ می شود آنها پیگیری می کنند و از بالای حل این مشکل رسیدگی دارند. نوریدین سعید گفت که لیسه های ترکی در تاجیکستان از سال 1994 با قرار شورای وزیران فعالیت دارد و سال های 2000 اجازت نامه فعالیتشان برای 10 سال دیگر تمدید شد، اما فعلا مهلت اجازت نامه شان به آخر رسیده است و تا حال حکومت آن را تمدید نکرده است. وزیر گفت ما میدونیم در تاجیکستان این لیسه ها تا چی اندازه طرفدار و مخالف دارند، اما وزیر مشخصا در مورد منفیت های گروهی برای بستن لیسه های ترکی در تاجیکستان چیزی نگفت. عین حال در تاجیکستان 6 لیسه مشترک تاجیکی ترکی، مکتب بین المللی و یک خوابگاهی متعلق به دانشگاه آموزگاری در اختیار شرکت شلاله است. تشکر، همکارم سروناز روح الله از دوشنبه بود. ضمناً خبرنگاران رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه پرسیشی را درباره سطح تعلیم و نفوذ مکتب‌های میانه برپا کردند و این ویدیو را می‌توانید در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید.